توجه کنید به خبری که همین اکنون به نشر رسید. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. سلام، درود بینندگان عزیزی را که هم اکنون کانال خبری ما را دنبال می نمایند. عبدالحسیب نبرد در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: امروز 11 عقرب سال 401 برابر است به اولین سال یاد شهید محمد شهاب مسرور. در این روز وی را گروه طالبان با جرم تاجک بودن و نظامی بودن در منطقه سنگبران ولسوالی دیصلاح اندراب ها در جلو خانه اش بدون کدام جرمی به شهادت رسیدند. روح آن بزرگ مرد شاد باد. همچنان این در حالی است که طالبان در پنجشیر دو خانواده آواره در خانه های مقام های حکومت پیشین را کوک دادند. منابع در پنجشیر میگویند که طالبان دو خانواده آواره که در خانه های مقام های حکومت پیشین در مرکز این ولایت پناه گزیده بودند کوک داده و خانه ها را به تصرف خود در آوردند. این دو خانواده ساکنان اصلی ولسوالی پریان پنجشیر هستند. آنان در روستای فروبل مرکز ولایت پنجشیر در خانه های جنرال زاهر ظاهر فرمانده امنیه پیشین پلیس کابل و محب الله یکی از رؤسای امنیت ملی سابق جابجا شدند. با گفته منابع طالبان شام روز گذشته دوشنبه نام اقرب از این خانواده ها را لط و کوب کرده و آن را از خانه بیرون کردند. منابع برخورد طالبان با خانواده های آواره را وحشیانه و غیر انسانی توصیف می کنند. با گفته منابع این خانواده ها تا ناوقت شب در هوای سرد بی‌پناه بودند و سرانجام با ولسوالی انا برفتند. منابع به روزنامه اطلاعات روز میگویند که طالبان چندین خانه و ساختمان های مجهز از جمله مکاتب و مساجد را تصرف کرده و قرارگاه نظامیشان ساختند. با گفته منابع جابجایی قرارگاه های نظامی طالبان در میان خانه های مسکونی یکی از دلایل آوارگی ساکنان ولایت پنجشیر است. در برخی از ولایت های دیگر از جمله در دایکندی نیز گفته می شود که طالبان خانه های غیر نظامیان را تصرف کردند. از توجهات آن جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر کانال ما لایک، سابسکرایب و کانال نموده تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود.